سلام، احوال شما؟ من خیلی انیمیشن بین نیستم، کلا انیمیشن دوست ندارم، دوست دارم فیلم رئال ببینم، علاقم به اون سمته، اون سینما رو دوست دارم. اما چون شنیدم که انیمیشن آخرین داستان فیلم مهمیه در سینمای ایران، جدیترین فیلم انیمیشن سینمای ایرانیه، به خاطر کوششی که براش شده، به خاطر تلاشی که براش شده، فرم و ساختار ظاهرا نامزد اسکارم بوده، رفتم دیدم، میخوام کمکتون کنم که شما تصمیم بگیرید ببینیدش نه. در دورانی که سایه اهریمن بر سرزمین ها سیطره یافته، جمشید کی با سپاهی متشکل از متحدانش و با تکیه بر فر خود در مقابل سپاهیان اهریمن سفارایی میکند و به خواست یزدان جمشید بر اهریمنان پیروز میشود. بعد جوگیر میشه، میگه من باید برم دنبال اهریمن نابودش کنم و اینا، میگه مرداس رو بذاره جای من. دختر شهرزاد رو ول میکنه میره، تا مرداس میشینه جاش، زرتی میمیره. پسر مرداس ضحاک میاد جانشینش میشه. ضحاک آدم بدی نی، کم کم بد میشه، شیطان صفت میشه. میدونی تقریبا ماجرای ضحاک و دیگه ضحاک ماردوش. بعد دیگه کاوه آهنگر میاد داستان، وارد داستان میشه و داستان از آفریدون انگار تازه شروع میشه. قصه آفریدونه، کسی که فر یزدان رو داره و باید بره با ضحاک مقابله کنه. یه شهرزادی هم هست که شخصیت مثبتیه، توی کاخ دختر جمشید کیه. این شروع آخرین داستان. همون اول فیلم تو ذوقت میخوره. چرا؟ چون ذهنت میخواد مقایسه کنه با انیمیشن های قدرتمند اون ورابی که قبلا دیده. ناخودآگاه این اتفاق میفته. بعد با خودم گفتم که آروم باش احسان، خودتو کنترل کن، این اولین قدم هاست. برای اولین قدم ها هم بسیار قدم بزرگی است، کلی تلاش کردن، 10 سال زحمت کشیدن فیلمو بسازن. کنار بیا با همین ساختار، با همین فرم انیمیشنی و توی همین درجه‌ای که هستن سعی کن ببینی و از قصه لذت ببری. شلوغ و طولانی به نظر میرسه. چرا؟ چون قصه لنگ میزنه. چرا؟ چون قصه شلوغیه، کاراکتر زیاد داره، کاراکترها خوب پرداخته بهشون نمیشه و باشون ارتباط نمیتونی برقرار بکنی، نمیتونی با ضحاک ارتباط بگیری، یعنی نمیفهمیش کاملا آفریدون رو، نمیفهمیش، نمیدونی چرا اصلا باید از آفریدون تبعیت کرد. اگه فر یزدان داره چرا اینجوریه؟ اگه اینجوریه چرا باید پشتشو گرفت برای اینکه بره ضحاک شکست بده؟ اوکی، به خاطر اینکه اینها میدونن که فر ایزدی پشتشه. ما تو فیلم همچین چیزی نمیبینیم و نمیفهمیم و تو حالا هم داره این گرافیک، این انیمیشن اذیتت میکنه، اگه گرافیک اصطلاح درستیه، هم قصه اذیتت میکنه، از فیلم جدا میشی و به خاطر ادای احترام به این تلاش دیدن رو ادامه میدی و فرصت بیشتری بهش میدی. حتما باید شاهنامه قصه آفریدون برای آوردنش و تبدیل کردنش به سناریو برای یک فیلم انیمیشن سینمایی تغییر میکرد. این تغییر انجام شده، اما باید بیشتر تغییر میکرد، برای اینکه بیشتر جوون امروزی، نوجوون امروزی، بزرگسال امروزی ارتباط برقرار بکنه باهاش. داستان شاهنامه فوق‌العاده است، برای اون زمان حتما تاثیرگذار هم بوده، برای اون زمان حتما حماسی هم بوده، برای اون زمان حتما درگیر کننده بوده. اما شما باید در نظر بگیرید که این انسان، این مخلوقی که در عصر حاضر در سال 1398 در ایران نشسته تو سینما داره فیلم میبینه، چه پیشینه‌ای رو داشته، چه چیزهایی رو دیده، چه فیلم‌های سینمایی رو تجربه کرده، چه تعلیق‌هایی دیده، چه قصه‌هایی رو براش روایت کردن و بعد تصمیم بگیری که چطور تحت تأثیرش قرار بدی. شاید دیگه اون تعلیقی که فردوسی اون موقع رو آدم‌های اون موقع میتونسته بذاره الان دیگه همون شکل روایت نتونه، بعد یه تغییرات توش ایجاد بشه. شاید هم میشد اگه یه اتفاقی توی فیلم میافتاد. میترسم بگم، آقا من سوادش هم ندارم، ولی فکر میکنم باید فارسی آسونتری حرف میزدن. صداگذاری نمیدونم مشکل داره. چی مشکل؟ من نمیشنوم شیطون داره چی میگه توی گوشه ضحاک. مهمه که بفهمیم شیطان چی میخواد ازش، چی بهش داده و ازش چی میخواد بگیره.
قصه گم میشه، چون نمیفهمیم چی دارن میگن، چون فاصله گرفتیم از اون ادبیات شاهنامه ای. من نوعی رو میگم، وقتی که بیننده نفهمه کاراکترها چی دارن میگن و چه چیزی رو دارن میشنون، قصه رو گم میکنه، داستان رو گم میکنه و ارتباطش با فیلم قطع میشه. حالا که این ماجرا بیشتر تو ذوق میزنه، اونجایی که اصل انیمیشن اینه که برای بچه ها ساخته بشه، این انیمیشن اصلا برای کودکان ساخته نشده انگار، یعنی انیمیشن رو برای کودکان میسازین، بزرگسالان هم میبینن. اگه برای بزرگسال ساختی دیگه اون بچه نمیتونه ببینه، من بزرگسالم سخت دیدم. چرا؟ چون زبانش زبان سختیه، فیلم شلوغیه، فیلم تیره و تاریه، پر از جنگ و خونریزیه و فکر میکنم برای نوجوان امروزی که الان احتیاج به رنگ و لعاب داره توی این حجم مشکلات، که حالا مقصر نیستن اینا 10 سال پیش شروع کردن ساختن این فیلم، نیاز به ژانر نوجوان پسند رنگ و لعاب دارتری داره. حتی حالا رنگ و لعاب هم اگر میخواست نداشته باشه، نمیتونیم اینو بپذیریم که ژانر این انیمیشن مورد پسند نوجوان ها واقع بشه. تلخه و شلوغه و ثقیل، غیر قابل فهم. خب بریم سراغ توییت ها و نظرات. کیهان به انیمیشن ایرانی آخرین داستان واکنش نشان داد و نوشت کاراکترهای زن کاملا بی‌حجاب بوده و روابط آزادی در میان آنها و مردان نشان داده می شود. این انیمیشن بلند به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر در مورد ضحاک و به فهرست مقدماتی 32 فیلم انیمیشن اسکار راه یافت. اسکارم میگم، کیهانم دیگه واکنش های همیشگی و آره. همیشه دوست داشتم شاهنامه رو بخونم و با قهرمان‌های ایرانی بیشتر آشنا بشم، اما وقتم رو صرف کار و بازی و اینا می‌کردم. با دیدن انیمیشن آخرین داستان مصمم شدم وقتی رو برای شاهنامه بذارم. دیدگاه منفی به این انیمیشن کم نیست، ولی نظر من نسبت بهش مثبت بود و با اختلاف بهترین انیمیشن ایرانیه. خدا رو شکر. اگه همچین اثری بتونه بذاره رو مخاطب که ترغیب بشه بره شاهنامه رو بخونه، بسیار اثر مهم و بزرگی گذاشته. بعد تموم کارهام رفتم انیمیشن دیدم با دوستم که همکاریم. آخرین داستان اسمش این بود. بعد با یه دوست دیگه که از شهر دیگه اومده بود بیرون بودم. اینو توییت کرده، ولی فکر کنم خواسته پیام بده به نامزدش، مثلا توی واتساپ پیام خواسته بده به نامزدش، اشتباه توییت کردیم، پیام بود بیشتر. رفتم انیمیشن دیدم، بعدم رفتم با اون یکی دوستم بیرون. این اعلام وضعیت بود، قاعدتا خواسته پیام بده، اشتباه توییت کرد. به مناسبت زادروز فردوسی بزرگ، ما برای کسانی که روز سه‌شنبه و چهارشنبه یکم و دوم بهمن در سینما به تماشای انیمیشن آخرین داستان بنشینند، تخفیف 30% محصولات جانبی را برای هر خرید در نظر گرفتیم. این لحظ قطعاتی ادکی ماشین ها میفروختن. نمیدونم اینا چه کار دارن با انیمیشن آخرین داستان. خیلی کیهان گیر داده چرا زنها توی انیمیشن آخرین داستان حجاب ندارن، یعنی اینا حتی به موی زنها در چند هزار سال پیش هم کار دارن. من نیچه نمیگم، میان ببرنم. تو جشنواره امسال انیمیشن آخرین داستان رو برید ببینید، خیلی براش زحمت کشیده شده. موقع جشنواره اینو توییت کرده با بیپولی و اوج تحریم و توی فرانسه و از دست دادن اسپانسر فرانسوی ساخته شده. خواهرم یه مدت تو اون استودیو کار میکرده و تو این مدت و تو این پروژه سهیم بوده. جالب بود. اسکار هم انتخاب نشدن، علکی مردم رو گول میزنن. حسین گفته با تبلیغ علکی تمام جوایزم یا نگرفتن یا نامزد شدن یا اصلا رقیب نداشتن، ولی ادعا میکنن همه یه جوایز رو گرفتیم. خب تو عصبانی چرا خالی میبندی؟ اینا کی گفتن ما همه یه جوایز رو گرفتیم؟ حالا عصبانی هستی؟ تو چرا اینجوری می‌نویسی؟ محدث غفاری. خیلی انیمیشن چیپی بود، بی سر و ته بود، کارگردانی ضعیف، تدوین ضعیف، انتخاب صدا ضعیف، فیلمنامه ضعیف، نحوه ساخت انگار هزار نفر عوض شده و هر کی یه گوشه کار رو گرفته. معلومه مدیریت عوامل هم ضعیفه، خیلی مبتدی، الکی هم میگن نماینده اسکاره. فقط دروغ و بزرگنمایی و تبلیغ الکی معلوم نیست این بودجه رو از کجا میارن، خرج کار الکی میکنه. شما بودی اونجا؟ میگه مدیریت مشکل داشته. معلومه مدیریت عوامل ضعیف بوده، صدا برداری اینا هم همه آگاه بودین. خدایا منو بخور.
اینم از نظرات. حالا فیلم انیمیشن آخرین داستان رو ببینیم یا نه؟ من اول رفتم سینما این فیلم رو دیدم به خاطر اینکه میخواستم پیشنهاد بدم برای که بچه‌هاتون رو ببرید فیلم‌های نشونشون بدید که یه خورده حال و احوالشون عوض شه توی این بازار هجوم اخبار منفی و وحشتناک، قصه ببینن، روایت ببینن، خیال پردازی کنن، حالشون خوب بشه. ولی وقتی رفتم دیدم متوجه شدم که نباید همچین پیشنهادی بدم بچه‌هاتون رو. فکر می‌کنم توی همون رنج سنی مثلا 14-15 سال به نظر من اگه ببرید اون اتفاقی که هدف بوده نمیفته، چون فیلم خود فیلم تیروتار و خشنیه، رنگ و لعاب نداره، ولی انیمیشن ارزشمندیه در سینمای ایران. بنابراین توصیه نمی‌کنم نبینیدش، توصیه هم نمی‌کنم ببینیدش. طبق توضیحاتی که دادم تصمیم بگیرید دوست دارید ببینیدش یا نه. به احسان منصوری هستم. برنامه که ببینیم یا نه رو دیدید، لایک، سابسکرایب و از این جلف و جلینگ بازی ها در بیارید واسه ما، کامنت بذارید. مخلصیم، خداحافظ.